خوندم که میخائیل یا البته تو فارسیش توی سایت های ایران دیدم نوشتن میشائیل حالا فرق نمیکنه هنکه یا هنکه مربی تیم استقلال هست او آلمانیه سالها در بوندسلیگا هم کارهای مربیگری میکرده ایشان اومدن به تیم استقلال چند تا مطلب گفته که خیلی دلم میخواد با شما در میون بگذارم و سهیم بشین با هم از ایشان میپرسند که آیا خاطرتان هست در زمان اولین پروازتان به سوی تهران چه مسائلی ذهنتان را مشغول کرده بود؟ جواب میدهان که سعی میکردم تجسم کنم ایران چه چیزهای خوبی دارد و باید صادقانه بگویم که بیشتر به فکر فوتبال این کشور بودم تا مسائل داخلی و شرایط زندگی در آن مثلا فکر میکردم چطور باید زندگی کنم و چه باید بخورم مطالب هانکه از این نظر برام جالب بود که احساس کردم این متخصص حالا فرض بگیریم که او خیلی متخصص فوتبال هست چقدر شبیه بعضی از متخصص های دیگه ما هست که میخوان برن ایران هانکه میگه به این, به این کار نداشتم که مسائل زندگی در ایران چجوریه اوضاع مردم به این داشتم فکر میکردم که اونجا چجوری میتونم زندگی کنم چی چی میتونم بخورم دستش درد نکنه بالاخره باید فکر این بود که چی میخواد اونجا بخوره میگوید که آقای هانکه ازش سوال میکنن که برداشتتان از چه ماه فعالیت جدیدتان در ایران چیست؟ میگوید من این احساس را دارم که فوتبال نقش مهمی در زندگی مردم ایفا می میکند فرهنگ طرفداران در استادیوم ها واقعی است هیچکس به خاطر کسب پول پرچمی را به احتضاز در نمی آورد در یک داربی صد هزار تماشاگر به استادیوم می آیند البته این تعداد زمانی که بازی میان دو باشگاه بزرگ نباشد بسیار کاهش می آمد دارم. من در استادیوم هیچ ارتباط مستقیمی با مردم ندارم ولی مثلا با مدیر باشگاه بسیار صحبت کردم او می گوید اگر زنان می توانستن به استادیوم ها بیایند بیشک دویس هزار تماشاگر می آمد ظاهرا دختران و زنانی هستند که با لباس مردانه به تماشای مسابقات می آیند حرفای هانکه بسیار اهمیت داره یک اولا آقای هانکه گذشت صد هزار تا تماشاگر دیگه نمیاد برای داربی زمنن بازی های دیگه اصلا تماشاگری نداره دیگه صد تا و تا و اینا همین فامیل های که برن بالاخره دیویستی صد نفر بیشتر میشن پس این یکی رو شما اشتباه میکنی بود قبل از اینکه این, که این آقایان مسئول بشند بود اما الان دیگه نیست بعد میگوید من با مردم ارتباط مستقیمی ندارم با رئیس باشگاه استقلال ارتباط دارم او به من میگوید یعنی آقای حاج آقا فتولازاده میگه حاج آقا فتولازاده به من گفته که اگر زنان به استادیوم میامدند دویست هزار نفر به استادیوم میامدند آقای فتو زاده کی باعث شده زنا به استادیوم نیان که حالا شما در گوش هانکه میگی اگه زنا می اومدن میشدن دویس هزار تا غیر از این است که شما هم به هر حال دامن زدید برای اینکه بانوان به استادیوم نیان و حالا آقای هانکه میگه اگه شما میگوید از قول شما که اینطور نیست اما برید تو بحر کار آقای هانکه آمده ایران پول خوبی هم میگیره مربی استقلال هم هست نه به این کار داره که حالا زنان ما به استادیوم میان یا نمیان نه به این کار داره که در جامعه چه میگذرد یا نمیگذرد میگه فکر اینم که بخورم و بخوابم و کارم رو انجام بدم خب آلمانیه اما متخصص ایرانی هم باید اینگونه فکر کنه حالا این تیکه هاش که به جای خود یه بحث کوچولی فرهنگی هم کرده این هم خیلی شبیه بعضی از متخصصین ما جواب داده گفته است که آیا مشکلات دیگری نیز وجود دارد یعنی ازشون سوال شده مانند نبود آزادی بیان آزادی اطلاع رسانی یا اینکه مردم آیا از این مسئله رنج میبرند آقای هانکه جواب میدهد ابتدا به من گفتند که تلفنم شنود میشود ولی من مشکلی از این لحاظ ندارم من حرف مهمی نمیزنم که خب بیزنسش دیگه باید بیاد کار کنه چیکار داره به اینکه مثلا یه کار غیرقانونی اینجوری انجام می شود یا نمی شود در ادامه میگوید که من به آلمان می توانم فکس بفرستم اینترنت هم دارم برخی از سایت ها که مثلا تصاویر برهنه از زنان نشان میدهند فیلتر شده است ولی من بدون اینها هم می توانم کار کنم خیلی جالبه که اصلا به این مسئله اشاره کرده اگه شما سایت زنان برهنه رو میری نگاه میکنی آقای هانکه اقلا سعی کن که به جوانای ما یه فوتبالی یاد بدی من توقع دلسوزی از شما